و بار دیگه هم من از شما تشکر میکنم به خاطر محبت هایتان، به خاطر پیام هایی که شما میگذارین، و امیدوارم که ما با امی صداقت و ایمانداری که داریم بتانیم محبت های شما را، پیام های شما را جبران کنیم. یک قصه بسیار جالب را در آغاز برنامه برای شما میخوانم و بعد از اون برنامه را ادامه میتیم. تا به کجا میرسیم معلوم نیست، اما قصه بسیار جالب است اگر دقت کنید. میگن روز مرد جوان به کنار یک آب بسیار زلال و گوارا رسید. در همین جریان مرد جوان به یاد پیر قبیله خود افتاد. مقدار آب درون سطل چرمی که داشت ریخت و پس از چند روز جوان به قبیله خود رسید و آب تقدیم پیر خود کرد. بزرگ قبیله مقدار زیادی از آب را نوشید و از گوارا بودن آن بسیار تعریف و تمجید کرد، طوری که اطرافیان وسوسه شدند مقدار از آب بنوشند. یکی از شاگردان پیر قبیله به خود جرأت داد و گفت ای پیر، جرعه از آب را به ما هم بده. شاگرد بلافاصله پس از نوشیدن آب آن را به بیرون پرتاب کرد و گفت چقدر بدمزه است. ظاهرا آب به دلیل ماندگار بودن در سطل چرمی طعم چرم را به خود گرفته بود. شاگرد گفت چگونه این آب برای شما ای استاد گرامی گوارا بوده است؟ استاد در جواب گفت تو آب را چشیدی و من خود هدیه را چشیدم. این آب فقط عامل مهربانی سرشار از عشق بود و هیچ چیز نمیتواند گواراتر از این باشد. و چیزی را که از ما و شما گرفتن مخصوصا در 43-44 اخیر، عشق و محبت و دوست داشتن نسبت به هم دیگر گرفتن. چه خوب است که ما هم پس دوباره برگشت کنیم به دوست داشتن هم دیگر، کینه ها و کدورت ها و دشمنی ها را کنار بگذاریم و دست هم دیگر بفشاریم. هموطن دیروز در در چینل یوتیوب ما البته نشته کردن که تا چی زمان عشق یک طرفه. خدمت از اینا ما عرض میکنم که اگون بار عشق یک طرفه هم لذت بیشتر داره، رزی که بالاخره طرف ناگزیر میشه که تسلیم اصرار به حد طرف شد. بسیار فیلم هایی رو ما شما دیدیم، در فکر میکنم فیلم هاکی هاک بود است در مندرو شترگن سنا که در آخرش میگه که بلاخره در تمام زندگی ما در برابر تو از نفرت و از کینه کار گرفتم و اران آرزوی مرگ تکردم و آنه که در آلت مرگ استی ما احساس شکست میکنم. چرا؟ احساس شکست به خاطر میکنم که در آخرین مرحله در جایی که ما آرزوی مرگ تانه میکردم و اکنون تو را در آلت نزه میبینم، میبینم که عشق و محبت بر کینه و نفرت پیروز میشه و من خود بازنده احساس میکنم. دقیقا اگر عشق یک طرف است و ما هر روزی یک طرف بودن صحبت میکنیم، بالاخره به جای خود رسیدیم که سرمنزلگه مقصود ماست. مقصود ما از بین بردن فاصله ها و همین کینه و کدورت هاست. جوانان ما باید بفهمند که ما در گذشته چنین زندگی نداشتیم. بعد از 30 روز هفته سور که طرحهای خائنانه در وطن ما یک پشت دیگر پیاده شد، دشمنان وطن ما گستاخ شدند و در هر بخش زندگی ما اینا مداخله کردند.
و اینا دریافتن که افغان ها را نمیتوانیم که از هم جدا کنیم و اینا را شکست بدیم، چون درس های از تاریخ جهانگیرها داشتن از افغانستان. پس به حساب اینا کاری کردن که برادر اینا را به جان هم دیگر بینداز، به نام قوم و قبیله اینا را به جان هم بینداز و تو هم از این آب گلالود ماهی دلخواه تبیگی. و چنین هم شد. ولی در این میان وظیفه ما هم هست که تأکید بر برگشت به اون زندگی پیش از سیاه روز هفت سر داشته باشیم، چون در اونجا شاید ما هیچ چیز نداشتیم، جنجال های بود. بعضی هموطنان ما انتقاد گرفتن که ما تاریخ نمیفهمیم. درست است که ما هیچ کس تکمیل نیست که بگه که ما تمام تاریخ میفهمیم، ولی کم و بیش مطالعه کردیم. اما ما در گذشته میخواییم زیبایی هایش برشماریم، نه زشتی ها. زشتی های زیاده بود، چی در دوران ظاهر شاه، چی در دوران داوتان و یا دیگر ها. اما در میان آن هم زشتی، در میان آن هم پلیدی و جفاهایی که بر مردم میشد، محبت هم وجود داشت، عشق هم وجود داشت در بین مردمان. همسن سالای ما بالاتر از ما صحبت ما رو بهتر میفهمن، چون اونا تجربه کردن زندگی را. پس جوانان عزیز ما هم لازم است تا در بعض موارد دست از این همه کینه و کدورت بردارن. خب یعنی یک بخش از مشکل ما امروز جوانان عزیز ما هست، روشن فکران ما هست، که اینا یک سره محکوم کردن یا دارن و یک سره راه جدایی و فصل کردن. بین بر یک لحظه با هم دیگر حساب کنیم که آیا فصل کردن به نفع ما هست؟ آیا دور بودن به نفع ما هست؟ ما بارها در صحبت های خود با روزای پنجشنبه با آقای وایس ناصری در این رابطه صحبت کردیم. اگر فکر میکنیم که در فصل کردن ما از این مصیبت نجات پیدا میکنیم و در تجزیه افغانستان ما زندگی آرامی را پیدا میکنیم و افغانستان به دوبه تبدیل میشوین، آن خب بفرمایید بروید. اما اون کسی که شما را در ایرمی با سرخ سبک نشان میتم که میایه به اصطلاح سمت رهبری میگیره پیش میشه که از در 20 سال پسین امکی امتحان خود دادن در جاهایی که مثلا کشورها که اگه تجزیه شدن، در اونجا شخصت های ملی و دلسوز وجود داشتن که اگر تجزیه شدن و از یک کشور به دو کشور تقسیم شدن، نگذاشتن که پراکندگی در اونجا حاکم شود. با دلسوزی کارهای را شروع کردن و وطن خود از منجلاب و بدبختی نجات دادن. و ما هم جاده یک طرفه را به گفته بعض دوستا یا عشق یک طرفه را تکرار میکنیم تا وقتی که بتانیم این جاده را به یک جاده عشق و محبت مبدل کنیم. به یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. You are watching Omid TV 24. If you'd like to watch our live programs, you can watch it through www.omidtv24.com. شما بیننده تلویزیون امید 24 هستین. اگر میخواین که برنامه های زنده ما را تماشا کنین، میتونین از طریق www.omidtv24.com تماشا کنین. تشکر. Thank you. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنیم. گفتیم پیش از سیاه روز هفت سر ما عشق داشتیم، محبت داشتیم، هیچ چیز سراب نبود، همه چیز حقیقت بود. اما در زمان حال، در زمان کنونی، به گفته کارو، چشمه عشق در این ملک سراب است، سراب. پایه حدل و شرف پاک خراب است، خراب. حس و مردانگی و فهم عذاب است، عذاب. جور بر مردم بدبخت ثواب است، ثواب. آدمیت به کجا رفته؟ کجا رفته شرف؟ آدمیت به کجا رفته؟ کجا رفته شرف؟ کو حقیقت؟ زچی رو مرده چرا رفته به خواب؟ کی رسد روز شود چیره بر این ظلمت تار، که پیاده است در آن حق و ستمکار سوار. یکی از نمونی شیر ما در اولت بامیان
میبینیم. در چند روز پسین بعد از اینکه جنگ در بلخاب شروع شد و بالاخره مولوی مهدی فرار شد و بلخاب سقوط کرد و تروریست ها وارد بلخاب شدن، قصه های تلخه و بیرون درس کرد، از تجاوز گرفته تا غصب مال و با آتش کشیدن خانه و مزاری و دکان های مردم، اما توسط تروریستان در بلخاب صورت گرفت. هزاران تن مهاجر شدند و تعداد زیادی از اینا به ولایت بامیان آمد. اما والی بامیان تا امروزه هنکار میکرد که در بامیان آواره های بلخابی وجود داره. در این چند روز این بلخابی های نازنین ما چه کردن چه خوردن کس نمیفهمه. در صد تا سر افغانستان چین آرت است، ولی اینا آواره شده بودن، همه چیزشان را گرفته بود تروریستان وحشی. ولی والی بامیان میگفت که یک کس نیست، دروغ است. برای 10 روز مکمل از وجود آوارگان بلخاب دولت بامیان انکار میکرد و مانی توزیع کمک ها میشد. اما امروز آدمیت به کجا رفته، کجا رفته شرف، کو حقیقت زیچی رو مرده، چرا رفته به خواب. امروز دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانی سازمان ملل متحد از توزیع کمک ها به 6500 خانواده آواری بلخابی در بامیان خبر میده. شما فکر میکنید که کسی که میگه من مسلمان هستم، کسی که میگه من تطبیق کننده شریعت هستم، کسی که میگه که من مدافع و مجاهد اسلام هستم، چنین عمل زشت و غیر انسانی رو انجام میدم؟ وقتی که ما میگیم که اینا نه مسلمان هستن، نه به خدای یگانه عقیده دارن، بلکه سیاه رویاری هستن که سر دشمنی فقط با اسلام و مسلمان دارن، بس یک تعداد بر ما ایراد میگیرن. اما اعمالشان رو ببینین، رفتارشان رو ببینین با غیر کسایی که با اونا نیستن. آیا مسلمان واقعا چنین اعمال رو مرتکب میشه؟ البته نه اسلامی رو که برای ما در چند سال به اصطلاح سیاسی و تجاری ساختن که همه چیز برخلاف اسلام است. و ما در صفحه فیسبوکی رو گذاشتیم و نظرخواهی هم کردیم از هموطنان گرامی ما.